نگاه کنید یه گوشه رو توش گیر میکنه، یه بافت یه ده. اینم از انتهای کار. حالا بعد دستتون رو خالش نگاه کنید چقدر خوشمزه، پوچ، خوشخوراک. بذارید بخورم دیگه. آنی تو نخور دوربی میرده. یه کوکو سیب زمینی رو بلدید، میدونم همه هم استادید ماشاءالله توش، اما میخوام بهتون یه مدلی رو یاد بدم که تا حالا بلد نبودید. برای درست کردنش نیاز به چی داریم؟ 3 دونه زردی تخم مرغ. آقا الان سوال میکنه آقای جوادی این بو نمیگیره، بو زهم نداره؟ نه 3 دونه نداره. نیاز به 3 دونه زردی تخم مرغ داریم، نیاز به 2, 4, 6, 7, 8 دونه هم سیب زمینی آب پز شده. این از این نگاه کنیم خیلی راحت. حالا اینو میذارمش کنار، میام سراغ موادی که داریم. اینجا چی داریم؟ ما شوید داریم، یه دسته ای که توی دست جا بشه تقریبا برای 1 کیلو سیب زمینی عالیه. میتونید شما از 4-5 دونه پیازچه استفاده کنید. حالا اینم پیاز آب گرفته است. این پیاز آب گرفته را تو همین مرحله بهش 1 دونه پیاز میخوایم بهش اضافه میکنم. حالا میریم برای خرد کردن اینا، سعی میکنیم هر مقداری که اینو میتونیم ریسترش کنیم. من میرم سراغش و اینو خرد میکنم و برمیگردم سراغ ادویه سازی کردنش. ادویه ها خیلی مهمه. این دوتا سبزی هم کنار همدیگه دیوانه کننده میشه، شوید و پیازچه. حتما امتحانش بکنید. تو سالاد ها میتونید اینا رو کنار همدیگه داشته باشید. نیاز به جوز هندی داریم، یه مقداری جوز هندی. حالا هر چقدر دوست داشتید، زیاد نزنید که طعمش غالب نشه. من رنده کردنی ها رنده کنم. نیاز به 3 حبه هم سیر داریم. اگر هم خواستید یه رنده استفاده کنید، اول مواد خشک رو استفاده کنید و بعدم تر رو که دیگه باید بشورید رندتون رو. اینم از این و همین الان ادویه هاشم براتون مچ میکنم بهتون میگم. ادویهش تقریبا شبیه ادویه فلافل میمونه و خیلی خوشمزه. این از این، یه دونه قاشق بیارم. من قاشق خودم اینجاست. این از این. حالا میریم سراغ ادویه ها. نیاز به ادویه کاری داریم. اینایی که همه رو دارم بهتون میگم رو پایه تقریبا 1 کیلو سیب زمینیه. نگاه کنیم، یه قاشق چای خوری 1.5 ادویه کاری بهش میزنیم. پودر تخم گیشنیل 1/2 قاشق چای خوری. پودر زیره 1 قاشق چای خوری خالی. حالا نکته مهمی که داره، از 2 مدل فلفل من استفاده میکنم. فلفل سیاه 1 قاشق و فلفل سفید هم 1 قاشق. فلفل سفید یه بویی داره، یه عطری داره که میسازتش. اینم از فلفل سفید، اینم بره کنار. و مهمتر از همه ارگانو، اینم تقریبا 1 قاشق چای خوری ارگانو داریم. و اینم از زرد چوبه، اینم زردچوبه 1.5. آقا حله؟ نه حل نیست. حالا نیاز به 1 مقدار کمم آب لیمو داریم، خیلی کم. برای این که میگم اینو تمسازیش کنیم، اینا رو نیاز داریم که بهش بزنیم. حالا این ترکیب رو چیکار میکنم؟ میارم اینجا، اینو به خاطر فیلم دیگه من مجبور شدم اینجا درست کنم. این ترکیب رو میارم اینجا به سیب زمینی اضافه میکنم. حالا من باید بیام نمکشم اندازه گیری کنم، برم نمک رو بیارم و برگردم. نمک هم بهش اضافه میکنیم، نمک به اندازه نیاز. ولی من اینو رندش نمیخوام بکنم، میخوام بکوبمش. چرا میخوام بکوبم؟ چون بهتر میشه، بافت قشنگتری داره و راحت هم از همدیگه سپریت میشه. وقتی میخوری تو دهن آب میشه، حالت لاستیکی مانند نداره. اینو من بکوبمش و کوبیدمش هم 2 دقیقه کار داره. میبینید زردیام داره میره تو خوردش. بکوبم، یه دست شد برمیگردم. کودکی ما 6 تا برادر بودیم، 3 تا خواهر. آبگوش که دورای جمعه درست میکردیم، هر کی میگفت بده منم یه ذره بکوبم، هر کی میکوبید میشد حلیم. حالا نگاه کنید، نگاه کنید، یه گوشه توش گیر میکنه، یه بافت یه دست و قشنگ من به دست آوردم. از اینکه رندش کنی، این تیکه‌ها هم میبینید، تیکه‌های ریز ریز، اینا خودش باعث خوشمزگیش میشه وقتی که میخورید سورپرایزتون میکنه. حالا برای همین پایه 1 کیلو نیاز به 2 تا تخم مرغ هم داریم. حالا بازم
توی همین مرحله نیاز برای اینکه پوکش بکنیم نیاز به پودر سفالی داریم. هر پودر سفالی گیرتون اومد بهش بزنید، مهم نیستش. حالا پودر سفالی رو من کارم رو با یک مشت شروع میکنم، یک مشت و یک مشت نیم، بس همین مقدار. همین باعث پوک شدنش میشه، خوشمزه شدنش میشه. حالا اینا رو دوباره با هم دیگه ترکیب میکنم و برمیگردم. اینم از انتهای کار. حالا بعد دستتون رو کاملا خیس بکنید. الان مجبورم برای اینکه این اون لاجا بشه یه دونه کوچیکش رو بزنم که به اینا برخورد نکنه. اینم تمام موادش دیگه پخته شده است، دیگه نیازی نداره. ببین آجیت درست کرد، اینها دیدی دقیقاً اونجا. ببینید حالا دیگه با حوصله بذارید شولرم ملایم رو به بالا بکنید، بذارید برشته بشه. هر مقداری که دوست دارید برشته تر بشه بهتر، میتونید به سروش کنید. نداریم یعنی اگه میجرد داریم. خب آقا آماده شد. آقا کوکوه خفن، یعنی یه بار درست کنی عاشقش میشی، به خصوص اون پودر سوخاریایی که ریختم وقتی جویده میشه مزهش تو دهنت آزاد میشه، یه ذره کرانچی با سیب زمینی قاطی میشه، خفن. آقا غذا از من هم لاکچری باشه که به خدا کوکو سیب زمینی رو اگه خوشمزه درستش بکنی همه عاشقش میشن. برای بچه‌ها بذارید کوکو سیب زمینی رو، یه ذره پنیر روش بزنید، گوجه خیارشور لای نون بله، میدی فردا میبره گوجه ها مدرسه. اونایی هم که کارمندن آقا وردارید ببرید خیلی با کلاس و قشنگ بخورید، غذای خوشمزه تر میخوای. البته الان میگم کم هزینه است، منو میکشن. کم هزینه نیست، میدونم هزینه تخم مرغ نصف هزار تومن، 4000 تومن، یک دو تخم مرغ بوده 6 تومن، فقط با سیب زمینی آقا خوش 50000 تومن پول میشه. شوخی میکنم، امیدوارم که هر جا دنیا هستید شاد و خرم باشید، درست کنید، حالشو ببرید. بذارید من یه دونه هم بشکونم براتون. اینم بافت داخلش نگاه کنید چقدر خوشمزه، پوچ، خوش خوراک. بذارید بخورم دیگه. آن تو نخور، دوری میرده، کرانچیه، خوشمزه است. روغن آنچنانی هم داخلش نفوذ نکرده. اون زرده های تخم مرغ هم مزهش وقتی تو دهنت آزاد میشه دیوونت میکنه. مراقب خودتون باشید، هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید.